به نظر میرسد اینجا آشپزخانه یک رستوران است، اما در حقیقت یک مرکز پیشرفته تحقیقات غذا است و پژوهشگران سرگرم پختن غذاهایی برای داوطلبان هستند که احساس سیری طولانی تر ایجاد میکند. غذاهای آماده شده برای داوطلبان مقدار و حجم کمتری دارد، اما احساس سیری طولانی تری در آنها به جا میگذارد. نوع غذایی که اینجا میخورم احساس سیری طولانی تری ایجاد میکند و در طول روز هم میل به ذره خوری ندارم. این پژوهش یک برنامه مورد حمایت اتحادیه اروپا است و هدف آن یافتن مواد غذایی تنظیم کننده اشتها از طریق افزایش احساس رضایت، کاهش گرسنگی و در نتیجه مبارزه با چاقی و چاقی مفرط است. اینجا روی مواد غذایی حاوی پروتئین، سبزیجات معطر، انواع مواد نشاسته یا کربوهیدرات کار می‌کنیم و همچنین روی فیبرهای محلول در مواد غذایی دیگر. این فیبرها را در انواع مواد غذایی و غذاها به کار می‌بریم، در انواع نان، بیسکویت، ماست، معجون و برخی نوشیدنی‌ها و آب. به طور کلی در مجموعه‌ای از مواد غذایی محصول کارخانجات که استفاده از آنها در زندگی روزمره برای مردم ساده باشد. در این پروژه به داوطلبان روزانه 3 وعده و به مدت 52 روز غذای رایگان می‌دهند. در ازای آن، آنها به محققان اجازه می‌دهند بدنشان را بعد از خوردن مواد غذایی آزمایش کنند. این محققان به طور خاص مایلند بدانند این مواد غذایی چگونه بر کنترل و یا تنظیم اشتها، شکل گرفتن بافت‌های چربی و کنترل وزن تأثیر می‌گذارند. یکی از داوطلبان میگوید برای من که خیلی موثر بود، غذایی که به من دادن احساس سیری خوبی در من ایجاد کرد. جلوی ذره خواری بین وعده های غذایی رو میگیرد، وزن کم کردم و مطمئنم برای من مفید. گام بعدی محققان فهمیدن این نکته است که چرا بعضی از مواد غذایی مانند فیبرهای محلول سریعتر احساس سیری ایجاد میکنند. برخی نتایج در آزمایشگاه حاوی جواب هایی است. برخی از این فیبرها به دلیل حجمی که در دستگاه گوارش ایجاد می‌کنند احساس سیری به وجود می‌آورند. دستگاه گوارش انسان حسگرهای قویی دارد. در این حال فرضیه‌ای درباره نقش میکروب و فعالیت‌های آنها در بدن وجود دارد. بعضی اسیدهای ناشی از فعالیت میکروب‌ها در ترکیب با گیرنده‌های حسی جدار دستگاه گوارش و در جاهای دیگر بدن روی میزان ترشح هورمون در بدن تأثیر می‌گذارند و این هورمون‌ها نقش شناخته شده‌ای در احساس گرسنگی دارند. Known to affect how hungry we feel. اما پژوهشگران امیدوارند در پایان این پروژه نه تنها موفق به یافتن راهی برای مبارزه با چاقی مفرط در اروپا بشوند، بلکه این دانش در خدمت تکنولوژی تولید مواد غذایی نو و نوآوری در این زمینه باشد. ما حالا تصویری از نحوه کارکرد مواد غذایی مورد آزمایش در بدن داریم. با نتایج دوباره به آزمایشگاه برمیگردیم و مواد غذایی جدیدی تهیه کرده و روی داوطلبان آزمایش میکنیم. هدف نهایی پیدا کردن شرکای مالی برای سرمایه گذاری و تولید محصولات است. محصولاتی که مردم از خوردن آنها لذت ببرند و هم برایشان عملی باشد. این غذا واقعا عالی است. طعم و مزه آن هم فوق العاده است. اصلا نمیتوانید بگویید بی‌مزه است. نحوه پختن و شکل مواد غذایی به کار رفته مشکلی ندارد. غذای لذیذی بود. بنابراین اگر در آینده محصول مشابهی تولید شود، البته که من داوطلبم آن را امتحان کنم. محققان امیدوارند این غذا و مواد غذایی تا سال 2016 بر میز غذای مردم اروپا قرار بگیرد.